محمد جواد خاوری نویسنده و پژوهشگر اهل افغانستانه که رمان تازش به نام بود و نبود به تازگی در کابل توسط نشر تاک منتشر شده. از آقای خاوری تا کنون دو رمان و دو مجموعه داستان چاپ شده به علاوه چندین کار پژوهشی درباره فرهنگ آمیانه هزاره ها در افغانستان. بیشتر داستان‌های آقای خاوری از اسطوره‌ها و فرهنگ آمیانه هزاره ها الهام گرفته اما در کتاب تازش آقای خاوری داستان خلقت رو بازگو میکنه افسانه خلقت در این کتاب توسط یک قصه گو بازگو میشه قصه گویی که میگه پیش از آن که هستی در رویای خداوند تجلی پیدا کند در قصه من خلق شد محمد جواد خاوری از شهر اورسن در نروژ مهمان تماشاست آقای خاوری چطور شد که به فکر بازگویی افسانه آفرینش افتادید در قصه آفرینش یا در قصه های آفرینش بشر سعی میکنه که به پرسش های بنیادی و اساسی خودش پاسخ بده پرسش های از قبیل این که خدا چیست، انسان چیست، طبیعت چیست و چه چی نوع رابطه بین اینها وجود داره این پرسش ها از بدو تولد بشر با بشر همراه بوده و بشر البته در مقاطع مختلف سعی کرده است که به شیوه های مختلف به این پرسش های خودش پاسخ بده که یک از این شیوه ها که فکر میکنم مهمترین شیوه ها هست اسطوره هست و مهمترین اونها استوره آفرینش به همین خاطر قصه آفرینش را انتخاب کردم و سعی کردم که با یک بازروایی یا بازسازی از این قصه مجددا به طرح اون پرسش های اساسی و اون پرسش های بنیادین بپردازم. قصهگو در افسانه آفرینشی که شما خلق کردید نقش انگار بالاتر از خداوند داره. قصهگو داره میگه که اگر من نبودم جهان هستی هم نبود. انگار که جهان و حتی خداوند هم با قصه خلق میشه. ممکنه در این باره توضیح بدین؟ من به جادوی زبان باور دارم و معتقد هستم که زبان قصه و روایت است که همه چیز را خلق می کند بشر تنها قصه عالم هست او با هر قصهش جهانی را خلق می کند و با قصه دیگرش جهانی را ویران میکند. می کند در اینی که هستی چیست؟ ذات خداوند چیست؟ ذات انسان چیست؟ بشر چیز دقیقی نمیداند بشر با قوه ناطقه و با نیروی زبان و با قابلیت قصه است که می تواند خدا هستی و طبیعت را از پرده ابهام بیرون بیاورد در واقع زبان است که یا چیزی را از نیستی هست می کند یا چیزی را از ابهام و از اخفا بیرون می آورد پس اینی که ما میگوییم همه چیز در زبان خلق میشود حت، حتی خداوند به معنای این است که زبان است که میتواند هر چیزی را قابل فهم و قابل شناخت کند بود و نبود داستان آفرینش رو بر اساس سنت اسلامی بازگو میکنه اما به نظر میرسه که از استوره ها و تصویر خدایان تو فرهنگ های دیگه هم الهام گرفتید مثلا خداوند مانند خدایان یونانی یا رومی حسود عاشق غمگینه و حتی تنهاست ممکنه در این باره توضیح بدید بشر وقتی که میخواهد خدا را خلق کند مدلی جز خودش نداره به همین خاطر خدا را از روی شخصیت و منش خودش می و سعی میکنه که صفات و ویژگی های خودش به خدا بده یعنی به این معنا که خدایی که در دین اسلام هم از آن تعریف می شود یا خدایی که معتقدان به دین اسلام هم به اون باور دارند خدای انسانوار است یعنی ویژگی های اخلاقی و صفات انسانی به یک نحوی در آن متجلی است خدا جبار است خدا قاهر است خدا مهربان هست پس خیلی فرقی نداره در ضمن این که من وقتی که به این اسطوره آفرینش پرداختم به این قصه آفرینش را نقل کردم مطلق خدا مد نظرم بود نه خدای یک دین و آین خاصی این خدا می تواند خدای استوره های یونان باشد یا خدا خدای اساتیر شرق دور باشد یا خدای ادیان خاورمیانه ای باشد در جایی گفته بودید که دقدقه مذهب دارید و تاکید کرده بودید که این به معنی مذهبی بودن نیست میشه بیشتر توضیح بدید که این دقدقه مذهب چطور در کارتون خودش رو نشون میده؟ منظورم از دقدقه مذهب دقدقه کار کرد و تأثیر مذهب است به خاطر اینکه درگیر جامعه هستم و مذهب از جامعه جدایی ندارد مثلا در کتاب تلسمات مهمترین و برجسته ترین شخصیتش ملا یعقوب است که نماینده مذهبی هست و تمام مسائل جامعه و مردم رجوع میکند به این شخصیت و به یک نحوی حل مشکل و مسائلشان را از این شخصیت میطلبند. از خودتون نقل میکنم که گفته بودید زندگی هر فرد نه از زمان تولد خودش بلکه از زمان تولد آب و اجداد شروع میشه آیا اعتقاد به این موضوع که باعث شده برید سراغ گردآوری ادبیات شفاهی و داستانهای آمیانه مردم هزاره؟ بله دقیقا همین طور است مردم هزاره مردم است که بیش از یک قرن هست در انکار و در معرض تبعیض متاسفانه قرار دارد امروز هم اگر که یک کودک هزاره به دنیا بیاید بار رنجی را که آبا و اجدادش بردوش داشتند دوش خواهد داشت با این درک من به سراغ داشته ها و ارزش های فرهنگی مردم هزاره رفتم تا این ارزش هایی را که مدام نادیده گرفته شده و انکار شده است این ارزش ها را بازگویی و بازشناسی بکنم چون معتقد هستم که فرهنگ یک قوم تنها تعلق به خود اون قوم نداره بلکه جزو فرهنگ جامعه بشری هست و اینم میدانیم که فرهنگ عامه یا فولکلور متاسفانه در حال فراموشی و در حال نابودی هست یعنی در مقابل تفکر جهانی سازی در حال از بین رفتن هست و من وظیفه خود می تا جایی که در توانم هست این بخشی از فرهنگ بشری را از فراموشی نجات دهم ده آقای خاوری ممکنه چند خط از کتاب بود و نبود برامون بخونید؟ بهشت را از آن جهت ترک کرده بودند که در آن عشق نبود. خداوند گفته بود که عشق با رنج همراه است و چون در بهشت رنج نیست لاجرم عشق هم نیست. اما او و هوا تشنه عشق بودند. آنان دوگانه آفریده شده بودند و به یکدیگر کشش داشتند. بدین سبب آسایش بهشت در فقدان عشق برایشان دلپذیر نبود آنها میدانستند که زمین مهنت سراست اما مهنت زمین را در بدل عشق آرزو کرده بودند پس باکی نبود اگر رنجی بود رنج در صورتی آزار دهنده است که ملازمی نداشته باشد اما اگر رنج لازمه عشق باشد جزی از عشق خواهد بود اونگاه چنان که عشق خواستنیست رنج نیز خواستنیست